از او ولش کن، او نشنیده بگیرید. و من به دوستان با واسطه عرض کردم که وقتی شما ها نمیگید بنده باید بگم. چرا شما ها نمیگید؟ تو وظیفه شرعیت چرا نمیگی؟ اگر فردا دیدید من ممکنه دیگه جلسات بعدی نیام یا یکی دو جلسه، چون رو اینا خیلی فشاره، رو ستاد نماز جمعه خیلی فشاره که آقا ایشون راجع به اقتصاد و بازار و این روایتایی که میخونه یه عده صاحبان و قدرت و ثروت و اینا ناراحتن و فشار میارن آقا اینجا جای حرفا نیست و اینجا باید حرفای همچون ملوس چیزی بزنی، آسته برو آسته بیا گربه شاخت نزنه، این حرفا جایش اینجاست. گفتن که نباشه بهتره اینا. لذا من با اون آقایونی که حرفا رو زدن عرض میکنم که من برای که شما خاطرتون جمع بشه احتمالاً دیگه نیام نماز جمعه، ولی این رو بدانید که اگر یک وقتی به شما گفتن یک نماز جمعه برگزار کنید که این همه فتنه و فساد تو بعضی جاها هست هیچی راجع به اون حرف نزنید، اگر یک کسانی تشیع انگلیسی رو مطرح میکنن و شما در مورد اونا سکوت کنید و امام و رهبری به تنهایی مجبور بشن حرف بزنن، اون نماز جمعه دیگه مرکز امر به معروف و نهی از منکر نیست. بنابراین توجه داشته باشید ولایت فقیه رو نگذارید تنها بمانه در مبارزات با جریان‌های انحرافی داخل و خارج. این کسانی که زمان امام به امام میگفتن اینا که تو جنگ کشته میشن کی جواب خونشون رو میده؟ او کسانی که امروز جوری دیگه حرف میزنن، کسانی که با ادبیات مذهبی به ولایت فقیه حمله کردن و میکنن، اینها رو نگذارید از کنارشون به سادگی عبور بشه. باید حرف حق رو بزنید اینجا ولو کسانی عصبانی میشن. اگر حجت شرعی و عقلی دارن، آقا این روایاتی که میخونین برای اقتصاد و بازار و اینا، این معنیش اینه که پس دیگه اکثر بازاریای ما، اکثر بازارهای ما بیدینن. معنی این روایت اینه. کی معنی روایت اینه؟ اولا اگر کسی تخلاف این روایت داره عمل میکنه، خب خودشو اصلاح کنه. چنان که یک رئیس جمهوری در دهه 70 به من گفتن که این روایاتی که شما میخونید خیلی روایت خوبیه، ولی این حرفا به درد حکومت کردن نمیخوره، اینا به درد انقلاب کردن میخوره، این روایات قابل عمل نیست. و بعد ایشون غیر مستقیم به من گفت که به نظر ما بهترین رژیم ممکن در دنیا رژیم لیبرال دموکراسیه، منتها منهای مفاسد اخلاقیش. ولی این روایاتی که میخونید راجع به مباحث آیات و روایات، اینا با اینا نمیشه حکومت کرد، اینا خطرناکه، اینا خوب نیست. گفتن اینا مردم رو پر رو میکنه و بعدم یه عده مایوس میشن. برای چی آقا؟ خدا شاهد همین آیات روایاتی که میگن نخونید، این رو آیات روایات اقتصادی راجع به بازار رو میگن نخونید، همین آیات روایات حتی کمونیست لامذهب رو به زانو در میاره. من روایات بازار رو آوردن بخونم، وقتم به کمه. حالا شاید اگر خودم بخوام یکی دو جلسه دیگه بیام روایت رو تکمیل کنم، اگرم نخوام دیگه نمیام. ولیکن بذارید اینو الان عرض بکنم به شما. چند هفته پیش من سمیناری بود در آمریکای لاتین، از کل منتقدان کاپیتالیسم و جریانهای چپ در جهان دعوت کرده بودن، غیر چپش و غیر سوسیالیستش بنده بودم و 3-4 نفر دیگه که از مصر و چند تا کشور اسلامی آمده بودن، بقیه همه اینا یا سوسیالیست بودن و اکثرشون هم کمونیست. خدا رو شاهد میگیرم همین آیات قرآن رو من خوندم، روایات پیامبر و اهل بیت رو برشون خوندم، متا مناسب به جا. اول یه بحث علمی تو حوزه اقتصاد و توسعه اینا موضوع سمینار بود، یه ربع وقت ما دو تا یک ربع وقت داشتیم، من این آیات روایات رو وقت خوندم. رهبران کمونیست های اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا و آسیا، والله چند مرتبه بلند شدن و کف زدن. همین لامذهبای بیدینا. این قرآن و سنت، این اسلام. نترسید از اسلام، نترسید از اسلام. ما خودمون از اسلام میترسیم، نترسید آقایون از اسلام. اسلام مواظب شما هست، شما نمیخواد مواظب اسلام باشید. ما اینجا فتوا ندادیم، هزاران روایته که دیگه فرصت نیست من براتون بخونم.
که ببینید سبک زندگی که اهل بیت پیامبر و اهل بیت و قرآن خواسته اینی نیست که ما داریم. ما مذهب رو فقط خلاصه کردیم در زیارت و عزاداری. خارج از زیارت و عزاداری مذهب تو زندگی ما نیست. اگر بود این همه چک بی محل و این همه طلاق و این همه دعوا و زندان پر و ها اینا کجاش سبک زندگی اهل بیتیه؟ اینا که توهین به اهل بیت اگه بگیم ما اهل بیتی هستیم. چرا این همه کلاهبرداری چک بی محل؟ چرا این همه وسایلتو میدی تعمیر کنن خراب بهت تحویل میدن؟ این بازار شیعه است؟ تشیع ما عبارت شده از زیارت و عزاداری و بس. زیارت و عزاداری جزئی از پروژه تشیع است، نه همه تشیع. بازار شیعه توی روایاتی که من داشتم براتون میخوندم که گفتن نخونین اینا اشکالات فقهی داره این روایات، ما مخالفیم. خب شما مخالفید، بیاید بحث کنیم با هم تو همین نماز جمعه، بیاید بحث کنیم. ما یه بار اینجا عرض کردیم، برادران ستاد نماز جمعه هم بزرگواری کردن، پذیرفتن، گفتم آقا این نماز جمعه باید کرسی‌های بگذارید، این کرسی‌های آزاداندیشی که رهبری گفتن پیش از خطبه ها، به جای که مسئولین هر کسی بیاد 10 دقیقه رو یک طرفه حرفاشو بزنه و آمار بده و بره، یقه تک تک مسئولین رو اینجا بگیری. هر مسئولی پیش از نماز میاد اینجا صحبت میکنه، بگید آقا شما این اختیاراتو داشتی، این بودجه، این امکانات، این وضعیت اداره و تشکیلات زیر نظر شماست، رشوه میگیرن یا نمیگیرن، اختلاس هست یا نیست، باند بازی میکنید یا نمیکنید، جواب بده. کرسی آزاداندیشی جاش این کرسی ها تو نماز جمعه، نه که مسئولین بیان اینجا هر کدوم 10 دقیقه یک رو فرمایشات بفرماین، حرفاشونو بزنن و برن، این نیست. اگر میخواید نماز جمعه هاتون شلوغ و شلوغ و شلوغتر بشود، اگر میخواید نماز جمعه هاتون در سراسر کشور جوانان شهر هجوم بیارن و از لحظه اول تا آخر باشن، به احکام نماز جمعه طبق اسلام عمل کنید. اسلام از نماز جمعه چی گفت؟ چرا میگه امام جمعه باید اسلحه دستش بگیره؟ چرا میگه یک خطبه باید راجع به مسائل روز باشه؟ مسائل روز به نظر بنده این است که تقویم رو برداریم طبق اتفاقاتی که در تقویم افتاده بگیم خب این روزها مصادف با فلان ایام است، تبریک میگیم یا تسلیت میگیم. اینا نیست. مسئله روز یعنی مشکلی که آقا تو جامعه شما چقدر طلاقه؟ آیا در ادارات دولتی ما با ارباب رجوع چطور برخورد میکنن؟ مسئله اعتیاد در چه وضعیه؟ باید به اینا بپردازیم. مسئله روز ایناست، مسائل داخلی و خارجی. من ابازر زمانه نیستم، بنده یک طلبه معمولی از طلبه های حوزه هم که چون خودم هم لایق لباس روحانیت ندیدم لباس نپوشیدم، بنده بچه طلبه هم ابازر هم نیستم. اینا هم که میگم این آیات و روایاته، یک صدم آیات و روایاته. حالا ببینید آقا، این قضیه که اقتصاد مقاومتی، من چند تا روایت تو باب اقتصاد مقاومتی عرض بکنم. امام صادق علیه السلام که همین ایام شهادت ایشون هم بود، ایام اخیر، فرمودن که ها من داشتم اینو میگفتم یادم رفت، تو این سمیناری که در آمریکای لاتین بود یه آقایی به نام پروفسور اورلاندو نمیدونم چی، این از کوبا آمده بود، این بهش میگفتن چه گوارای شماره دو. ایشون میگفت از دوران دانشجویی که ما سلاح برداشتیم تو کوههای کوهستانهای اونجا کوبا، جنگ پارتیزانی با حکومت و حکومت رو سرنگون کردیم، گفت من از اول با همین فیدل کاسترو و چه گوارا با هم بودیم سلاح برداشتیم، تا لحظه آخر چه گوارا وزیر نیشکر شده بود، من معاونش بودم تا وقتی که میخواست بره. گفت ما اگر تو کوبا محدود بشیم کوبا رو از دست ما میگیرن، ما باید صادر کنیم، باید بریم کشورهای دیگه آمریکای لاتین بجنگیم تا بتونیم خودمونم بمونیم. میگه منم مسلسلمو برداشتم اومدم با چه گوارا برم. چه گوارا برگشت گفت کجا میای؟ او وزیر نیشکر بود، من معاونش. گفت دیگه اگه هر دومون بریم وزارت خونه میخوابه، من میرم تو باش. گفت این اولین جایی بود که ما از هم جدا شدیم. اون رفت و تو اون درگیری تو بولیوی کشته شد. این آدم من بهش گفتم واقعا چریکای شما همتون کمونیست و لامذهب و بیدین شما بودین به لحاظ فلسفی؟
گفت اصلا ما تا قبل از اینکه پیروز بشیم اصلا یک کلمه نگفتیم ما کمونیستیم، اصلا کسی حرف کمونیستی نمیزد، ما میگفتیم با ظلم مبارز مخالفیم، با کاپیتال با آمریکا و با این حکومت چیز مخالفیم. بعد که پیروز شدیم تو مصاحبه تلویزیونی از ما پرسیدن شما ایدئولوژیتون چیه، اونجا گفت که ایدئولوژی ما سوسیالیستی نمیدونم چیه، در حالی که اصلا رزمنده های ما هیچ کدوم نمیدونستن کمونیست چی هست، همونایی که پیروز شده بودن تو مبارزه. همین آدم، من آیات چند تا آیه قرآن راجع به همین مسئله بازار اسلامی رو خوندم، اقتصاد اسلامی چیست، خدا رو شاهد میگیرم، نمیدونم فیلم جلسه هست یا نیست، ایشون ایستاده یک دو دقیقه کف زد و بعد جلسه آمد پیش من گفت واقعا اینا که خوندین تو دین شما هم ایناست؟ گفتم آقا خیلی از حرفا بیشتره، شماها کمونیستین برای که اسلام رو ندیدید، شما با کلیسای مسیحیت سر و کار داشتید، مستضعفید، اصلا بهش گفتم شماها مستضعف فکرین، شماها کمونیست اقتصادی این کمونیست فلسفی نیستین، سوادش هم ندارین. و یکی دیگه شون این رو البته گفتم، ایشان گفتش که ما خبر نداشتیم تا همین الان که در قرآن شما و در دین شما این حرفا هست، ما اگر اون اول اینا رو میدونستیم نگاهمون به مسائل جور دیگری بود. این آدمیه که بهش اینجا میگن چگوارای شماره دو. خب حالا ادله شرعی این حرف رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی امام صادق سلام الله علیه و راجع به همه اینا هستش. طرف میاد به امام علیه السلام میگه که آقا، حضرت میپرسن چرا کار نمیکنی نشستی؟ گفت آقا حالش نداره. امام فرمودن که یا عبدالله احفظ عزک، احفظ عزک، اگر کار نکنی، تولید اقتصادی نکنی، ذلیل میشی، تحقیر میشی، وابسته میشی، عزت خودت رو حفظ کن. اینجا چی شد؟ ارتباط کار اقتصادی با چی؟ عزت. اقتصاد مقاومتی یعنی هم فرمود اون جامعه که جووناش همه دنبال مفتخوری بگردند و کار راحت پشت میز و سرپایی و از عرق ریختن میترسن، از عرق ریختن میترسن، این جامعه ذلیل میشه. پیامبر فرمودن، پیامبری که ایام میلاد ایشان بود، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن که اگر یک جامعه و یک مردمی آب و خاک داشته باشند، آب و خاک داشته باشند و باز گرفت گشنه بمانند و دنبال قرض و استقراض برند و بگن ما ضعیفیم، این ملت، این جامعه ملعون است. این حرف پیغمبره. اگر کسانی آب و خاک دارند بازم میگن ما مشکل داریم، اینا ملعونن. فرمود گفت برید به سمت عزتتون. اقتصاد مقاومتی یعنی خودت کار کن، تولید کن، به عزت برس. اینقدر شرمنده نشی، گردناتونو کج نکنید. گفت که آقا عزت کجاست؟ فرمودن غدو و که الى سوقک و اکرامک نفسک، صبح قبل از آفتاب حرکت کنید به سمت کار و بازار و تلاش و تولید، و اکرامک نفسک، خودتون به خودتون احترام بگذارید، کرامت نفس تو حفظ کن، کرامت ملت تو حفظ کن. کسانی که از طرف این ملت حرف میزنن اگر به کرامت این ملت توهین کنن خلاف این توصیه های پیامبر و اهل بیت عمل کردن. فرمود لا تدع الرواح الى عزک، هرگز کار و تلاش اقتصادی رو تعطیل نکنید. راه حل این کشور اقتصاد مقاومتی و تقویت داخل کشور است، اصلاح قوانین این کشور، اصلاح ادارات است. آقا یه باندهایی تشکیل شده، اونایی که میخوان فشار بیارن روی ستاد نماز جمعه فشارشون رو خواهش میکنن بیشتر کنن، از این به بعد فشاراتون رو دو برابر کنید. در این کشور باندهایی به وجود آمدن، اینا کار پروژه‌ای کار برمی‌دارن که چجوری تولید کننده های داخلی رو تو عرصه کشاورزی، صنعت، بچه های جوانایی که راه میافتن کار کنن، سرمایه های داخلی، چطور اینا رو چه کنیم اینا ورشکست بشن، چه کنیم اینا پاشون به زندان و چکای برگشتی برسه، چه کنیم اینا به غلط کردن بیافتن. اینا فعالن توی کشور، تو ادارات حکومتی ما نفوذ دارن، کمپانی های سرمایه‌داری در خارج از کشور با اینا وصلن، توطئه بسیار خطرناکی در جریانه که اقتصاد مقاومتی در داخل شکل نگیره، که هر کس بخواد سرمایه گذاری کنه، فعال بشه تو کشاورزی و صنعت و تولید علم، تو علوم انسانی، علوم دیگه، مسخره کنن، توهین کنن، تحقیر کنن، فشار بیارن، پرونده سازی کنن و نظرن ناکار بکنن. اهل بیت به ما فرمودن، پیامبر و اهل بیت فرمودن که اگر کار کنید، مقاومت کنید، تلاش کنید، وارد عرصه تولید بشید،
اخلاق اسلامی رو هم در بازار رعایت کنید، شما به هیچ کس نیازمند نخواهید بود. فرمودن اعمل فحمل على رأسك واستغن عن الناس. طرف آمد گفت آقا میخوام کار کنم ولی بعضی کارا هست احساس میکنم در شأن ما نیست، راحتم نیست خیلی. فرمودن ببین برو حمالی بکن، بار بذار رو سرت، حمالی کن، اعمل، کار کنید. واستغن عن الناس، اگر میخواید به عزت و استغنا برسید کار کنید. بنابراین از این به بعد هر کس به شما گفت آقا اقتصاد داخلی فلجمون موند، ما با خارج مسئله مون حل میکنیم، پولا میاد، مشکل ما حل میشه، بهش بگید از اولی که تاریخ داریم، تاریخ مستند، این کار نشده. هر کس در برابر این غربیا ذلت نشون داده، هم بعد به پیغمبرتون توهین کردن چنان که دوباره کردن، هم به ارزش‌های الهیتون توهین میکنن، هم طبق این اسنادی که من براتون خوندم از کتاب خود کلینتون، گفت هر وقت ما در ادبیات اینا ضعف دیدیم فشار تحریم‌ها رو بیشتر کردیم، چون گفتیم داره اثر میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.